درود و سلام. بیننده گفتگوی آخر خط بگونی زنده است، نور هستید. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی شدید از ادامه جنگ در شهر کندز هشدار داده است که با ادامه این وضعیت احتمال بروز فاجعه انسانی در این ولایت وجود دارد. مسئولان سازمان عفو بین الملل گفتند که از چند روز به این طرف در ولایت کندز مردم به آب، نان و مواد اولیه دسترسی ندارند که این وضعیت نگران کننده است. این در حالی است که وزارت دفاع از کندی عملیات نیروهای امنیتی در شهر کندز به دلیل سنگر گرفتن طالبان در خانه‌های غیر نظامیان خبر دادند. شهر کندز از بامداد دوشنبه این هفته با حمله طالبان از چهار سو به این شهر در وضعیت بدی قرار دارد و تا هنوز که چهار روز از آن می‌گذرد هنوز جنگ با طالبان در کوچه و پس کوچه شهر کندز جریان دارد. بنا به گزارش‌ها تا حال نزدیک به 100 نفر از افراد ملکی در این درگیری‌ها کشته شدند و ده‌ها خانواده فراری. گفتگو روی این موضوع با آقایان صبغت الله قاری‌زاده، روزنامه‌نگار و فعال مدنی از کندز که تا لحظات بعد تشریف می‌آورند، و خلیل رحمان سروری، استاد دانشگاه کابل. سپاسگزارم از حضورتان. آقای سروری، اطلاعاتتان از کندز چی است؟ وضعیت چگونه است؟ سازمان عفو بین الملل که از وضعیت بد انسانی خبر داده و گفته که احتمال فاجعه میره. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و بینندگان محترم برنامه آخری خط از تلویزیون شما. من به باور هستم که دو سال است که کندز در فاجعه زندگی میکنه. فاجعه سنگینتر و دشوارتر از این پیدا کرده نمیتونین که برای سالهای طولانی مردم در تشویش، نارامی و جنگ زندگی کنه. از سال پار به این طرف کندز در آتش ناامنی، جنگ و ویرانی می سوزه و مردم کندز، جریان آوارگی مردم کندز از سال گذشته شروع تا همکنون مردم کندز آواره می شه. هست بود و امکانات خود از دست دادن و متاسفانه در عملی که چند روز قبل اتفاق افتاد، سایر تأسیساتی که تأسیسات عامل منفعه بود و حتی تأسیسات مردمی، خانه های مردم، مملاک و زندگی و دارایی های مردم همه با آتش کشیده شد و به یغما برده شد و مردم 3-4 روز است که بدون آب، بدون نان، بدون روشنایی، بدون دوا و بدون تداوی ماندن. شفاخانه ها از زخمیان و از مجروحان جنگ پر است. دوا برای مجروحین وجود نداره. من نمیدانم فاجعه بزرگتر از این چی خواهد بود. فاجعه بزرگتر از این خواهد بود که کندز را همش را به آتش بکشند و هیچ انسانی باقی نمانه. خب چرا سازمان های بین‌المللی به این پیمانه سکوت میکنن و ایالات متحده آمریکا که حضور بسیار گسترده در روزهای افغانستان داره نسبت به این مسائل نگاهی کم میکنه و دولت افغانستان که مقصر نیست، چرا نه توانایی داره و نه هم سر مسائل چندان. وزارت دفاع گفته که عملیات به کندی پیش میره. خب با این وضعیت چند روز دوام خواهد کرد، چه کار لازم است که هر چه زودتر رفع شود این مشکل؟ خب من فکر میکنم اینا نخواستن که با دشمن در کندز بجنگن. زمانی که دو یا سه قرارگاه بیشتر در کندز وجود نداشت، دولت نخواست همراه اینها جنگ کنه. و از جانب دیگر شما گزارشات و راپورها و شایعاتی از گذشته هم وجود داشت که تا دولت قبلی افراد و اشخاصی را شبانگام از طریق تیاره ها به کندز و بغلان منتقل میکنه و در اونجا سنگرسازی میکنه و پسته سازی میکنه. خب. و در اطلاعات هم وجود داره که بله، حتی حکومت قبلی در انتقال مخالفان مسلح به شمال افغانستان نقش بسیار برجسته داشته و در رأس این انتقال آقای کرزی قرار داشته و آقای کرزی بر اوضاع در اون شرایط به صورت کامل آگاهی داشته و پس از او هم زمانی که دشمن یک مقدار قوت گرفت، برخی از قماندانان تاثیرگذار در کندز رفتن و دشمن را نابود کردن و اونا حتی اتهامات مبنی بر نسل کشی و جنگ علیه اقوام دیگر با آدرس از اونها حواله شد و سرانجام دیدیم ما بزرگترین قهرمانای خود در برابر این مبارزه از دست داریم. ولی متاسفانه دیده می شود که پروژه های بسیار کلان هم در درون دستگاه های دولت و هم بیرون از دستگاه های دولت و هم بیرون از مرزهای افغانستان و حتی در نزد قدرت های بزرگ وجود داره که سرانجام هم روزه مردم افغانستان و به ویژه در طی دو سال کندوزیان هر روز خون گریه میکنن. این نظرات شما گمانه ای که پلقه های در حکومت وجود دارن که در خصوص کندوز و ولایت دیگه بازی سیاسی میکنن
ایره تقویت میکنه. طبیعتا شما سال گذشته دیدین رحمت الله نبیل بنابر دلایل مختلفی که وجود داشت و شورای امنیت را مقصر خواند و اعلان کرد که ما 27 نقطه را میخواستیم به عنوان نقطه های بسیار جدی در قندوز مورد عملیات قرار بدیم، ولی متاسفانه شورای امنیت همکاری نکرد و شورای امنیت قبول نکرد که این عملیات آغاز شود و سرانجام زمینه فراهم شد که دشمن تقویت شود و بتواند قندوز را بگیره و امروز به مراتب دشمن نسبت بر نیروهای دولتی در قندوز توانمندتر است. ولی چاره چی باشه وقتی که عملیات هم به کندی پیش میره، وضعیت هم فاجعه بار است، مردم هم در شهر گیر ماندن، اما کاری که بتونه مردم از این وضعیت نجات بده چی باشه؟ من فکر میکنم کار بسیار سخت و دشواری نیست. قطعا مردم با طالب همکار نیست. باید از افراد توانمند در رده های مختلف دولتی استفاده شود و از جانب دیگر دولت مرکزی باید تصمیم بگیره که علیه دشمن بجنگه. من فکر میکنم که جنگ در قندوز یک جنگ فیصله کن نیست، بلکه یک جنگ فرسایشی و یک جنگ مصرف کننده است و نمیخواهند دشمن را در قندوز نابود بکنند. اگر در صورتی که بخواهند، من فکر میکنم دشمن در حدی نیست که بتواند با این وضعیت قندوز را و دولت افغانستان را به چالش بکشند. من فکر میکنم شورای امنیت کن کاری میکنه، حکومت وحدت ملی کن کاری میکنه. خب این کن کاری برای چه؟ وقتی که خطرم جدی هست، تعریف شده هم هست. دفعه پیش هم طالبان حمله کردن، شهر قندوز گرفتن، یک سال پیش مردم خسارت دید، صدها میلیون دلار مردمای خب مردم چی خسارت دید، مردم های ملکی کشته شد. خب این بار هم اتفاق میفته، کنکاری توجیه داره؟ خب کنکاری برای چی؟ خب فکر میکنم تعداد از افرادی در درون دستگاه حکومت وحدت ملی به اوضاع قندوز موافقن و اونا طرفدار این نیستن که تنش در شمال از بین بره و طرفدار از این نیستن که مخالفان مسلح در قندوز. خب اینا دپی چی هستن؟ شما میایین ببینین منافیشان چی تأمین منافع خوب شاید خیلی ملحوظاتی وجود داره. چی ملحوظاتی مثلا؟ و طبیعتاً من باورم به ایست که اینطور تحلیل میشه که جنگ در قندوز یک جنگ بیشتر قومی است تا یک جنگ دولتی و یک جنگ تروریستی. خب باور بنا بر این تعدادی از افراد و اشخاصی شما دیدین عملاً برخی از وکلای از قندوز بودن که موضع‌گیری بسیار شدید کردن، از طالبان حمایت کردن. دیده میشد که تعداد افراد در اینجا حمایت میکنن از پروژه های طالب در داخل قندوز و مردم قندوز بیچاره همه روزه تلفات میتن و خون گریه میکنن و در آتش زندگی میکنن که زندگی های مردم همه روزه به آتش کشیده میشه. و همین طور شما عملاً دیدین که رئیس امنیت ملی وقتی افغانستان اعلان کرد شورای امنیت موافق برای عملیات در قندوز نبوده، این به این معناست که دولت به نحوی در عقب این مشکلات وجود قرار داره. سپاسگزارم آقای قاریزاده، خیلی زیاد خوش آمدین. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال بروز فاجعه انسانی در قندوز خبر داده، ای که مردمان زیادی در شهر قندوز گیر ماندند و به آب و برق و نان دسترسی ندارند. خب اطلاعاتتون چی است؟ وضعیت در قندوز چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و بینندگان تلویزیون نور و با اتحاف دعا به شهدایی که در چند روز در قندوز مردمان عادی و نیروهای امنیتی جانهای شیرینشان از دست دادن. متاسفانه تا حال آمار رسمی ما بیشتر از 300 مجروح داریم از شهروندهای عادی قندوز و بیشتر از 40 شهید که این آمار رسمی است. اگرچه غیر رسمی را چیزی که من میدانم حدود 70 نفر شهید است و بیشتر از 440 نفر زخمی است. ملکی بله. و خسارات مادی جنگ هم که شما میدانین بیش از حد است. بسیاری از بازاری‌ها در اینجا بساز ضربه دیدن و مارکت‌های تجارتی زیادی به آتش کشیده شده، خانه‌های مردم به آتش کشیده شده، از خانه‌های شهروندای عادی قندوز طالبان به عنوان سنگر استفاده میکنن. متاسفانه وضعیت بسیار وخیم است و چیزی که شما در رسانه ها میبینین بدتر از این وضعیت است، به مراتب بدتر. وزارت دفاع که گفته عملیات به دلیلی که طالبان در خانه های ملکی سنگر گرفتن کن پیش میره. خب با این وضعیت این جریان راه به کجا میبره؟ متاسفانه چیزی که وزارت دفاع افغانستان میگه یا دولت مرکزی کابل میگه فقط خاک زدن به چشم مردم است. عملیات بسیار کند است، نه به خاطر از اینکه طالبان در خانه، شاید یکی از عوامل اونو باشه، اما عوامل دیگری هم داره که دوستمان اشاره کردن. متاسفانه چنین هست،
شورای امنیت اراده برای زدن طالبان در قندوز نداره. چرا؟ حالا عوامل زیاد داره، حالا یک چند عواملش هم استاد اشاره کردن به شما، و حالا شما فکر کنین که اداره قندوز رهبری بسیار ضعیف، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی امنیتی. که میگن شورای امنیت اراده برای حل مشکل نداره، برای اهدافی، چی اهدافی میتونه باشه؟ ما میخوایم دوباره به عقب برگردم. اوی هست که شما فکر کنین دو سال هست یک روند روی دست گرفته شده در شورای امنیت افغانستان که نیروهای محلی مقاومت قندوز اینا با هر توطئه و نیرنگی که از باید از پیش روشان بردارن که برداشتن متاسفانه. یکی از علل‌هایی که طالبان را اینا در اونجا تقویت کردن همی بود و در این خیلی هم موفق بودن، اما ما مطمئن هستم که این ره به جایی هم نمیبره و حالا از کنترل اینا بیرون شده. منظورتان نیروهای محلی پلیس محلی است؟ تنها پلیس محلی نه، کسانی که از دوره مقاومت بودند، کسانی که از دوره مقاومت بودند، فرماندهان جهادی و فرماندهانی که بیشتر حالا به جمعیت اسلامی وابسته بودند و فرماندهانی که کارکشته بودند و روحیه ضد طالبانی داشتند، اینا از سوی حکومت محلی به هر وضعیتی که بوده زده شدند. خب با چی هدفی؟ دپی چی هستند؟ چی میخوان؟ بدست دارن؟ ببینین یک چیزی که استاد اشاره کردن متاسفانه و خیلی به این گپ متاسف هستم که اینا استیلای قومی میطلبند در قندوز و یکی از علتهای بسیار واضح و صریح همی بوده و اینا در قندوز وضعیت به گونه پیش میبرند. من یک چیزی بسیار کوتاه را خدمت شما میگم. یک قماندان بود به نام محمد آجان در زمانی که آقای عمر صافی والی قندوز بود. یک دو تا طالب در شب رمضان که حدوداً یک و نیم سال پیش دو تا طالب در شب رمضان کمین میگیره و در ساحه کوچه قزاق نزدیک انگورباغ میکشه و سلاحش هم به دست میگیره. این حکومت برد و در نظارت خانه شاند. تمام اقوام از این جمع شدن رفتن پیش آقای عمر صافی که حالا چرا این را بندی کردی؟ چون این چیزی که این مقابل طالب میرزمه و طالب کشته. و آقای عمر صافی در جلوی حدود 60 نفر موسفید میگه که دست شده میز میزنه که اگر پشتون است چرا با طالب میجنگه. تا وقتی که من اینجا والی هستم به این دوسیه میسازم و این را نمیگذارم که از بند رها شه. شما آینده مسئله را چی میبینین؟ سپاسگزارم آقای رحمانی. اگر قرار سروری ببخشید، اگر این وضعیت صدق بکنه و واقعا حلقه های در حکومت با انگیزه های قومی طالبان را کمک میکنن و در سقوط شهر قندوز نقش دارن، خب این میتونه تسری پیدا بکنه و جنگ دیگه نقاط هم عین تعریف داشته باشه، یا نه صرف در خصوص قندوز چنین چیزی صدق میکنه؟ خب تردیدی وجود نداره که خیلی از جنگی که در افغانستان گسترده است ریشه داره در مرکز. شما دیدین رئیس جمهور قبلی افغانستان تا به آخرین لحظه این تروریستان را برادر میخوان، در حالی که نماینده همه مردم افغانستان بود و ما با ایشان رأی داده بودیم و به عنوان رئیس جمهور بیعت کرده بودیم و او میآمد تروریستانی که ما را میکشه و ما را سر میبره اون را برادر میخوانه. شما چی فکر میکنین؟ پس فکر میکنین که توطئه ای در درون نظام وجود نداره بر مبنی بر تقویت نیروهای تروریستی مانند طالبان، داعش و القاعده؟ به صورت طبیعی ریشهش در هر کس و حامی بسیار بزرگش آقای کرزی، شک و تردید هیچ وجود نداره و عملا روز گذشته هم اعلان کرد که طالبان برادران ما هستند. اگر این برادران توست، پس این ملت بیچاره را چرا به این حد اعدام میکنن، میکشن، سر میبرن و دارایی هایشان رو به تالار میبرن؟ ای یک طرفی بحث است و احتمالاً اگر جلوی این افراد موریز و فرصت طلب در درون نظام مسیرش مسدود نشود، طبیعتاً اوضاع را بدتر می‌سازد. بحث دیگه است که بله، تعدادی از افراد و اشخاصی در درون دستگاه‌های حکومت محلی وجود دارد که با طالبان و با گروه‌های تروریستی هم پهلوست، کمک می‌کنه و همکاری میکنه. سال گذشته تا سرحد حمایت والی را از جنگ اعلان کردند. همانطور که برادر عزیزی با گفتن، ما هم میدانستیم که به نحوی اینها کمک میکنن برای تقویت طالبان به خاطر نابودی بقایای جهاد
و به خاطر از بین بردن فرماندهان قدرتمند در قندوز و در شمال، اینا تلاش های بسیار وافر و فراوان را انجام دادن. احساس می کردن که می توانند از طالبان به عنوان یک نیروی کشنده علیه مجاهدین استفاده بکنند، ولی متاسفانه احساس نکرده بودند که باز خودشان و خانواده هایشان هم از این اوضاع ضرر می کنند. که امروز شما شاهد هستین، شما در قندوز امروز میبینین تنها خانه ازبک و تاجیک و هزاره و اینها نیست، اولین کسی که میسوزه پشتون است، اولین تانگ تیلی که در میگیره از پشتون است، اولین مارکیتی که به آتش کشیده میشه از پشتون است. اینا من فکر میکنم محاسبه بسیار نادرست و ناروا صورت گرفته و این فجایی و این جنایت بر مردم قندوز اعمال میشه. من بحثی دیگه در اینجا است که بله، نیروهای امنیتی افغانستان تردیدی وجود نداره که مورال جنگ را از دست داده. چرا شما دیدین رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلان کرد که جنگ در برابر طالبان جنگ نامشروع، شما حتما بیاد دارین کلوبش پیش شما هست. رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهوری قبلی افغانستان آقای کرزی اعلان کرد که طالبان برادران ناراضی هن و اینا دشمنای مردم افغانستان نیست و اینا قوت افغانی هن. شما پس چی میتونین قضاوت داشته باشین جز این که اینها هن که مورال نیروهای دولتی را پایان میبرن و هزاران فرزند دلبند مردم افغانستان در برابر این تروریستان به شهادت رسیده، اینها را این مرگ را ناروا میخوانند و کسانی که در برابر نیروهای دولتی افغانستان برای حمایت از ما، برای حمایت از آنها جان دادن و اینها را میگن نامشروع کشته شدن و آنانی که اینها را کشتن اونها شهید و غازی هن. شما در برابر این یک توطئه بسیار بزرگ قرار گرفتین. بحث دیگه‌اش مسائل توطئه های بیرونی است. تردیدی وجود ندارد که جنگ قندوز یک جنگ مطلق استخباراتی است. روس‌ها حمایت میکنه اوضاع قندوز را علیه امریکایی ها و امریکایی ها ما باورم به این است که جنگ سردی بین روس و امریکا آغاز شده و مردم افغانستان و به ویژه شمال و در شمال به ویژه ولایت قندوز در این آتش فتنه میسوزه. اگر ملت و مردم افغانستان تدابیر و آمادگی جدی نگیرن و سر دولت فشار نبیارن و دولت صادقانه همکاری نکنه، احتمالاً ما فاجعه بسیار خطرناک و بس بزرگی را نه تنها در شمال، در اکس نقاط افغانستان خواهیم داشت. سپاسگزارم آقای قاری‌زاده. خوب وضعیت بد تعریف میشه، درگیری جریان داره. خب راه حل به باور شما چه باشه؟ راه حل بسیار مشخص است. شما میبینید در این روزها حتی سخنگویای حکومت در بسیاری رسانه‌ها حاضر نمیشن و اگر حاضر میشن پاسخ برای مردم ندارن. قصه خیلی مشخص است و خودشان میدانن که اگر چیزی بگویند او دروغ است و حالا مردم دروغشان را میدانن. راه حل همی است که رهبری قندوز تعویض بشه، رهبری سیاسی و نظامیش تعویض بشه و در عین حال اراده در مرکز به وجود بیاید برای زدن طالبان. چون سربازای ما خیلی خوب میرزمن، امروزم اطلاعاتی که ما از قندوز داشتم، میخوایم سپاسگزاری ویژه از نیروهای ویژه و کماندوهای ارتش بکنم. اینا خیلی خوب امروز رسمیدن جاهایی را، طالبان را به عقب راندن از بعضی ساحات شهر قندوز، اما جنگ همی حالا هم جریان داره و متاسفانه نیروهای امنیتی هم تلفات در چند روز تلفات زیادی داشتن، بخصوص پلیس محلی و پلیس ملی که خداوند به خانواده هایشان صبر جمیل عطا بکنه. و راه حل فقط بازدن طالب است، آوردن امنیت دوباره است. وزارت دفاع میگه که عملیات کن پیش میره بنا به این مشکل. اون مشکل گفتم یکی از عوامل است، اما مشکل اصلی نبود اراده است. متاسفانه حکومت مرکزی کابل اراده ای برای زدن طالبان نداره. و اگر شما ببینین همه جنگی را که در این روزا میکنن فقط برای حفظ کردن قماندانی و ولایت، فقط برای همی، اگر این جنگ پیش از سقوط قندوز میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی. طالبان بسیار ساده وارد قندوز شدن. خب شما میگین که حلقه های در پی اصطلاح قومی هستن و برای این کار تلاش میکنن. متاسفانه خب اگر چنین وضعیت باشه پایانش چی هست؟ اینه میتونه به زیاد شکاف های قومی و تضاد قومی بیانجامه؟ انجام میده. چیزی برای انجامیدن نداره. شما ببینین زمانی که یک جنرال وزارت داخله بلند میشه و میگه که من فلان جریان تا کولاب حالا میرانم، حالا تا مشهد میرانم، آقا جنرال رازق، چی معنی میده؟ اینا مطمئنن جنگ قومی را خود از اینا پیش کشیدن. آقای کرزه یا زمانی که اشرف غنی، زمانی که در جریان انتخابات بود، همه بیاد دارن که میگفت 98% گویندگان یک زبان در زندانهای بگرام است. یعنی چی؟ چی معنی میده؟ حالا ده هر چیز تعادل باشه در زندانی هم تعادل است؟ خب این مسائل چی را میرسانه؟ متاسفانه یک جریانی است که تدریجی آمده و حالا کم شدیدتر شده و من میترسم که
سال دیگه از این قدر شدیدتر بشه و او وقت هیچ کسی مسئله را جمع کرده نمیتونه و آتش ای به گریبان خود ای آقایان خواهد افتاد. سپاسگزارم. ادامه بحث پس از این وقفه کوتاه. درود دوباره. بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده است نور هستید. آقای سروری، چی در کار بوده میتونه که کندز برای بار دوم بعد از یک سال در آستانه برگزاری نشست بروکسل سقوط میکنه و نامنی ها شدت پیدا میکنه، نه تنها در کندز که ولایت های مثل هلمند، فرا، زابل اینجاها و بدخشان؟ خب کندز حالا سقوط نکرده، منتها سناریو که طالبات سر چوب میآیند و ساختمان ولایت درگیر سناریو رنگ تازه گرفته. بله. دو سال است که قندوز از کنترل دولت بیرون است. در داخل شهر کابل است، در داخل شهر قندوز شما از طرف شب با اطمینان تردد کرده نمیتونید. طالبان بسیار آرام میآیند تا سر چوک قندوز و مسیر مطلق در اختیار دشمن است. منتها یک مقدار تنوش فروکش کرده بود. من به باور نیستم که یک تصفیه درست و دقیق صورت گرفته باشه و تمامی تاسیسات را که اینا از قندوز سال گذشته گرفته بودن پیش طالبان است. طالبان از تاسیسات قندوز می توانند با استفاده از تاسیساتی که به دست آوردن می توانند یک تهدید کلان را برای شمال خلق بکنند که شما شاهد هستید. اگر عملیات می شود و طالبات و ولسوالی ها و تا نقاط دوردست از شهر قندوز دنبال می شدن این فاجعه رخ نمید. بله، شک و تردیدی وجود نداره که قندوزیان صدا کردن، مردم صدا کرد و ما مطبوعات همه روزه صدا می کردن که اوضاع در شمال و در قندوز خوب نیست، اگر دولت برنامه نگیره برای مردم بسیار سنگین تمام میشه. قندوز یک شهر استراتژیک، قندوز یک شهر اقتصادی و ملت های مختلفی در اونجا وجود داره، اینا قربانی این توطئه و دسیسه میشن، دولت باید برایش برنامه داشته باشه. متاسفانه دولت فقط چند واحد اداری زیاد کرد، یک چند تا آدمی بیکفایت را در سمت های مختلف در اونجا نصب کرد. قماندانی امنیه کارهای خوب نداشته، والی کارهای خوب نداشته، قضات و سارنوالی و سایر افراد و اشخاص در اونجا کارهایی نداشته. فرقی نمی کرد، آدم های توانمند دیگر از بطن مردم بیرون میکردن، مقرر میکردن. و نقطه بسیار خوبی دیگه ای بود که یک بار دولت مرکزی صادقانه میرفت و قندوز مردم را میخواست، از مردم پرسان میکرد که مردم چی میگن. این آفات ریشه در دامان مردم داره، با مردم در میان میگذاشت، عامل اساسی رو تشخیص میداد و مردم رو به کمک میطلبید. خب عامل اساسی رو که شما میگین حلقه های در درون بازی سیاسی میکنند و جنگ قندوز هم جنگ اطلاعاتی است. خب شکی وجود نداره، اگر ما بتوانیم مردم را به حمایت بکشانیم و طبیعتا هیچ کسی نفوذ کرده نمیتونه. شما در خیلی از جاها میبینین، به طور مثال شما در بدخشان میبینین آمار طالب بسیار بالاست. از اینکه مردم با طالب همکاری نمیکنه، طالب نمیتونه یک کیلومتر پیش بیاید. اما در قندوز همکاری میکنه. اما ببینین در قندوز بله، ریشه بسیار کلان در درون حکومت محلی داره و در درون حکومت مرکزی داره و طبیعتاً فرصت را فراهم میکنه که دشمن به سادگی بیا ولایت را سقوط بده. شما میگین که در کندز مردم با طالب کمک میکنه. من به این باور هستم که بخش از بدنه مردم با طالب کمک میکنه. اگر با مردم با طالب کمک نکنه و طبیعتاً طالب به سادگی نمیتونه از داخل خانه از عبور بکنه و بیا شهر چور چپاول کنه. دولت برای مراجعه بکنه، مشکل مردم را پرسان که مشکل مردم با والی راضی نیست، مردم با قماندان امنیت راضی نیست، با عمل کرد حکومت وحدت ملی راضی نیست، مردم از حکومت کزی راضی نیست. ریشه مشکل در کجاست؟ حداقل خو یک سلسله مشکلات که مربوط میشه بر محیط و منطقه، اینها رو ما باید تشخیص بدیم. اگر مردم را حمایت داشته باشیم و آفاتی که بستر فراهم میکنه برای رشد تروریسم و گروه های مخالف مسلح در منطقه، ما باید اونها رو تشخیص بدیم و آسیب شناسی بکنیم و طبیعتا از بیرون کمتر میتواند دشمن عامل نفوذ بکنه تا زمانی که عامل نفوذی در درون نداشته باشه. ولی دست این کار نکردن و مردم به شدت، مردم قندوز در مجموع، مردم قندوز از حکومت وحدت ملی ناراض است. شکی نیست که به می پیمانه ای که از حکومت وحدت ملی ناراضند، تعداد مردم از طالب به مراتب ناراضتر است. ولی متاسفانه چاره ای ندارن و دولت هم حمایت نمیکنه و هر روز مردم قربانی میپردازن. من یک بار دیگه پرسشم تکرار میکنم. خب همزمانی تحرک طالبا و شدت درگیری ها در شهر قندوز و تصرف بیشتر نقاط شهر قندوز از سوی طالبا با نشست بروکسل پیوند داره؟ بعضی ها میگن بله، طالبا خواستن خودشان خب امتیاز بگیرن از چنین وضعیت، تبلیغات شود و نفعشان
و بعضی هم باور هستند که خواستند بگن که طرف اصلی جنگ ما هستیم و پیوستن گروه ها و کسای مثل حزب اسلامی حکمتیار و شخص حکمتیار نمیتونه در معادله جنگ تغییر بیاره. شما دقیق گفتین. من به باور هستم که بله، یک رابطه بسیار نزدیک داره با نشست بروکسل. طالبان میخوان یک مانور داشته باشن که ما هنوز به عنوان یک قوت میتونیم هر ولایت را به سادگی از کنترل دولت بیرون کنیم. قندوز را که میتونیم بیرون بکنیم، سایر از ولایت به سادگی از کنترل دولت بیرون میشه. یک قدرت نمایی بود و از جانب دیگر هم بله، اینا میخواستن که این شایعات و تأثیری را که پیوستن حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار بر دولت بود، این شایعات را یک مقدار سبک جلوه بدن. و از جانب دیگر پاکستان به حدی اعظمی فشار خود را بر بالای طالبان و به حدی اعظمی تلاش میکنه که باید بخشی از مناطق باید به صورت مستقیم در کنترل طالبان قرار بگیره تا از این طریق بتواند یک مقدار فرصت و زمینه را برای تأثیرش در افغانستان فراهم بسازد. و اما یک چیز را فراموش هم نکنین که نیروهای رزمی افغانستان، آنانی که از توطئه ها آگاهی ندارن، در برابر دشمن بسیار فوق‌العاده جنگیدن و خونریزی و مقاومت امین ها بوده که جلوی ورود دشمن را و خلق فاجعه را در خیلی از مناطق اینها بگیرند. و طالبان و استخبارات پاکستان برنامه داشتند و تلاش میکردند که در سال 1395 بعد بخش بزرگ افغانستان در کنترل طالبان قرار بگیره، یا به تعبیر دیگه بگم در سال 2016 طالبان تصمیم بر این داشتند که حداقل 8 ولایت افغانستان بعد از کنترل دولت مرکزی بیرون شوه. و پاکستان را میره برنامه کرده بود که بعد این عمل به صورت قطعی انجام شوه، ولی خوشبختانه با مقاومت مردم افغانستان و حمایت مردم، این دشمنان سنگدل نتوانستند که بر هیچ جای مسلط شوند، ولی متاسفانه فاجعه خود را به شکلی از اشکال خلق کردند. من فکر میکنم که اجازه باشه، من فکر میکنم آخرین میزان مقاومت دشمن برای کسب امتیازات بیشتر و برای به دست آوردن یک مقدار جغرافیای دیگه افغانستان است. ولی خوشبختانه باورم به ایست که اگر دولت مرکزی با یک برنامه درست‌تر تلاش بکنه، دشمن شکست خورده و دشمن دیگه توان سقوط دولت مرکزی را نداره. آقای قاریزاده موافق هستن با آقای سروری که بخشی از مردم در قندوز با طالبان کمک میکنن؟ نیستم که تمام بخش ها، بله بخشی از مردم متاسفانه کمک میکنه که مسخص است کدام مردم هستن. خب کدام او را ما نمیخوایم در موردش بحث بکنم. خب اما میخوایم یک مورد کدام مردم، یک مورد میخوایم اینجا اشاره بکنم، ایست که قندوز و شمال افغانستان بستر طبیعی برای طالبان و جنگجوی طالبان نیست. اما هلمند بخشی از مردم خوب با طالبان کمک میکنن یک واقعیت است که مردم بفهمه و بحث شود روش. به نظر من یک راه حل است و پیشرفت است، خوبم هست. من میخوام حرفامو ادامه بدم. بله. اما جنوب شرق متاسفانه برای طالبان یک بستری طبیعی شده. شما ببینین جنگ هلمند، در هلمند اکثریت مطلق مردم با طالبان همکاری میکنن در تمام نواحی هلمند، اما حکومت خب انگیزه به باور شما، انگیزه مردم ها برای حمایت به طالب چی میتونه باشه؟ حالا ما به انگیزش هم میایم. و در کندوز طالب ها بستری طبیعی ندارن، جغرافیای طبیعی نیست، اما بخشی از مردم با اونا بدون شک همکاری میکنه. حکومت خب محلی این هم مردم با چه انگیزه همکاری میکنن؟ حکومت بله، حکومت شما زلمن گفتین و کندوز. بله، من میخوایم برم سر اون موضوع. حکومت محلی هم به یک نحوه یک همدردی عجیب غریبی با طالب ها داره. در اینجا در مرکز افغانستان هم یک چنان حرفی است. سال پار زمانی که قندوز سقوط کرد، یک تعداد از مردم قندوز رفتن رئیس جمهور را دیدن در اون مجلس. من هم بودم، اتفاقا رئیس پارلمان بود آقای امرالله صالح بود، فاروق وردک بود چون کمیسیون قرار بود تشکیل بشه. رئیس جمهور بلند شد و بسیار توهین‌آمیز اول با مردم برخورد کرد و گفت که شمار کشته های قندوز از شمار انگشت های ما بیشتر نیست. شما ادعاهای واهی اینجا مطرح نکنین. چی معنی میته؟ یا رئیس جمهور در خلای اطلاعاتی قرار داشت و یا میخواست آگاهانه به مردم چنین وانمود بکنه که طالبان هیچ کاری نکردن. درست چیزایی را رئیس جمهور گفت، البته او وکیل قندوز انجینر کمال مستقیم و این غیر مستقیم، چیزهایی گفت که اصلا به یک رئیس جمهوری که نیروهای دفاعی افغانستان با
نیروهای امنیتی با طالبان در حال جنگ بودند و رئیس جمهور میگه که طالبان جنایت نکردند و باز در اونجا یک جنجال بروز کرد و پس از او باز ارگ یک خوشبختانه یک بیانیه داد که طالبان جنایت کردند و قابل پیگیری هست. ما میایم فقط در یک مسئله دیگه که استاد گفتن بخش بزرگ از افغانستان که طالبان برنامه داشتن در اختیارشان نیست، متاسفانه بخش بزرگ از افغانستان در اختیارشان است. ما نمیتونیم فقط روی شهرها بس بکنیم، شما در هر طرف افغانستان که بریم فقط سرک‌های آسفالت شده در اختیار نیروهای امنیتی است، اطراف سرک‌های آسفالت شده مکمل در اختیار طالباست، در جنوب، در شرق، در غرب، حالا در متاسفانه در شمال شرق چنین یک وضعیتی است. شما اگر از بغلان بگذرین با دلهور از اونجا میگذرین، شما قندوز برسین عین یک قصه جریان داره. حالا شما حتی میرین بدخشان که عقبه مقاومت مردم افغانستان بود، در اونجا هم در بخش‌های از بدخشان حالا طالبان نفوذ کرده و دارن با حکومت افغانستان میجنگن و در مورد از این که مردم چطور، حکومت چطور بتونه حمایت مردم به دست بیاره، من فکر میکنم اگر حکومت صادق باشه و با مردم افغانستان چیزهایی را که پس پرده تا حال میگذشت شریک بسازه، میتونه یک راه حل باشه، حالا اعتماد مردم به دست بیاره. در قندوز کسانی که مقاومت میکنن دیگه مسلح نیستن، اما در این چند سالی که قندوز سقوط نمیکرد یا شهر به دست حکومت بود، این از شهکاری های حکومت نبود. حتی در زمان آقای کرزی در اکثر روستاهای قندوز فرماندهان دوره جهاد و مقاومت بر ضد طالبان میجنگیدند و طالبان نمیگذاشتن سر بدر کنند، اما متاسفانه حالا اونا دیگه نیستن، یا اونا کشته شدن یا از خل سلا شدن یا هم بنابر مشکلاتی که از سوی حکومت متوجهشان بود از افغانستان بیرون رفتن. و فکر میکنین اگر نیروهای خیزش مردمی حمایت شوند مشکل حل میشه و کاهش پیدا؟ نه، تنها اون مسئله نیست، حالا مسائل زیادی هست، البته میتونه یکی از مسائل همو باشه، اما خیزش مردمی، استفاده از خیزش مردمی، او خیزش مردمی که هست، این هم مهم است. حالا نمیشه که مثلا در قندوز این چیز عملی کردن که پلیس محلی میسازن، دیگه مهم برشان نیست که انگیزش چی هست، حالا میارن پلیس محلی را یکی را نمیدانم زرد میاره، یکی سرخ میاره، یکی سفید میاره، یکی سیاه میاره، حالا هر کسی را وارد ازی میکنن، اما نمیبینن که این طالب است، حزب اسلامی است، دولتی است، بی‌طرف است، فلان است. خب کسانی که انگیزه دارن دیگه این مسئله آگاهانه صورت میگیره یا بله خلاص مطرح؟ متاسفانه آگاهانه صورت میگیره، اما یعنی همون مسئله بیشتر که اشاره کردن بازی سیاسی صورت میگیره با مسئله خود. بله بله بله، سپاسگزارم آقای سروری. خب میگن که برعکس گفته شما بخش زیادی از خاک افغانستان پیش طالب است. شکی نیست که حدوداً 25-30% از اراضی روستاها یا مناطقی که اونجا یا دولت مسلط نیست، به هر تقدیر بخشی از بدنه افغانستان در اختیار طالب است، اما واحد اداری افغانستان بر اساس محاسبه بسیار ولسوالی های محدودی در اختیار طالبان قرار داره و شکی نیست که طالبان برنامه داشتن برای از این که باید بخش از شهرهای افغانستان سقوط بکنه، هلمند سقوط بکنه، فاریاب سقوط بکنه، قندوز سقوط بکنه، بدخشان سقوط کنه. بغلان سقوط کنه. هر باری هم که نام یا شدت پیدا میکنه مسئولین دولتی من در رسانه ها میگن که جنگ افغانستان جنگ اعلام نشده است، از سوی پاکستان با چنین چیزهایی تعریف میکنن و پناه میبرن. خوب میخوان با فرافیگری و بدون انداختن و گریز از مسئولیت ها اینا صحبت بکنن. شکی وجود نداره که طالب و دشمنان مردم افغانستان از بیرون تجهیز و تمویل میشه، اما فراموش هم نکنین که بیشترش در داخل افغانستان است. شما ببینین آیا مهمات تانگ و وسایل زرهی که در قندوز علیه نیروهای دولتی افغانستان میجنگه اینا از پاکستان میآید؟ اینا در داخل نیروهای دولت افغانستان به فروش میرسه. خب باور به اینکه خب شکی نیست، شکی نیست که این بسترها فراهم شده و طبیعتاً اونا تلاش میکردن، اما ضعفی که در درون وجود داره و بستری که در داخل فراهم است، این زمینه است برای توطئه بزرگتر استخبارات پاکستان و استخبارات نه تنها استخبارات پاکستان. ما از سایر همسایه‌ها هم امروز احساس میکنیم که زیری تهدید قرار داریم. ما روزها با طالبان رابطه بسیار نزدیک ایجاد کردن از طریق ایران و شک و تردیدی وجود نداره که احتمالاً در جنگ شمال روزها از طالبان
حمایت میکنه و اگر بتوانند هم از اینا علیه منافع امریکا استفاده کنند و هم علیه داعش و از نفوذ داعش در شمال جلوگیری بکنند و سیاست ایالات متحده امریکا را در افغانستان اینا به شکست روبرو بسازند. این تهدیدات بسیار جدی و کلان است، اما عامل قطعا در داخل وجود داره. ما در بخش نیروهای امنیتی مقاومت و جنگ و فداکاری نیروها را دست کم نمیگیریم، اما فراموش هم نکنین که باید اینو بگوییم که فرماندهی بسیار ضعیف، ناهمانگی بسیار جدی است، عدم همکاری وجود داره، افراد نفوذی دشمن در داخل نیروهای دولتی فوق العاده بالاست. باورم به ایست که حتی مهمات، مرمی، تیل و نان نیروهای امنیتی به طالبان به فروش میرسه، معامله میشه و برایشان داده میشه. شما فکر بکنین که اگر تانگ زرهی مرمیش به استثنای دیپوهای دولت افغانستان در هیچ دیپوی دیگه وجود نداره، این مرمی از کجا میره به طالب میرسه و او تانگ زرهی به داخل شهر قندوز میشه؟ طبیعتا اینا باید به فروش رسیده باشه یا افراد و اشخاصی از درونی بدن این نظام اینها را باید بر اونها کمک کرده باشند. اگر این چیزها جلوش گرفته نشه، فکر میکنم که وضعیت بدتر میشه. وضعیت به عنوان پرسش آخر از شما، وضعیت خوب نیست، خب چاره چه باشه؟ چیکار شود که مردم از این وضعیت بد نجات بیابند؟ بسیار کار سخت و دشوار نیست و دولت مرکزی اگر تصمیم بگیره، ما کشورهای بسیار قدرتمندی حامی داریم و تقاضا کنیم و خود نیروهای افغانستان را مورال بتیم و اجازه ندیم دشمن در داخل افغانستان در داخل ارگ بر نفع طالب کمپاین کنه و بیایه هر روز در استیج بر دفاع از طالب صحبت بکنه و جنگ این رادمردان افغان را جنگ نامشروع بخوانه. ما باید اول زبان از اینها را ببندیم و زبان اینها را ببریم و از جانب دیگر ما پالیسی بسیار جدی باید اتخاذ بکنیم. بعد جنگ هلمند فیصله شوه و جنگ قندوز باید فیصله شوه و در هر جایی که دشمن وجود داره، مربوط بر هر قوم، هر طایفه، هر زبان و هر مذهبی که هست، علیه مردم افغانستان می جنگه، علیه منافع ملی می جنگه، باید رنگ قومی داده نشوه، باید شکل منطقوی داده نشوه، باید به او رنگ بوی تروریسم داده شوه، علیه تروریسم جنگیده شوه، ولو برادری من است یا با برادر شما. اگر خواسته باشیم که این را با رنگ و بو و سمت و قوم بودیم و طبیعتاً این برای افغانستان بسیار سنگین تمام میشه و همه از این اوضاع ضرر میکنند. آقای قاری‌زاده، خب چی کار شوه که دیگه قندوز و کلانشهرهای مثل قندوز سقوط نکنه و گلیم طالبا از قندوز جمع شوه؟ ببینین، اگر ما قندوز مثال بتیم، قندوز بیشتر از 85% جغرافیایش پیش طالب بوده. پیش ازی هم شما اگر چهاردره برین، بجز بازار چهاردره و ولسوالی جای دیگه نیست و حکومت افغانستان به می دلخوش کرده که چهاردره پیش ماست. خان‌آباد برین، شما 70% خان‌آباد پیش طالب هاست. اگر شما امام صاحب برین، همو وضعیت است. قلعه زال مکمل پیش از اوناست. ارچی بجز ساختمان فرماندهی امنیه که در دشت است، دیگه تمامش پیش طالب ها بوده. چند روستا را می گرفتن، جنگی حالا موش و پشک و پس برمیگشتن. وضعیت اگر به همین گونه ادامه پیدا بکنه، من مطمئن هستم که متاسفانه این جنگ برنده ای نخواهد داشت و البته برنده بیشتر حکومت افغانستان خواهد بود و آخرین جنگ هم نیست. من مطمئن هستم این جنگ دوام میکنه. حالا صداهایی که در اواخر به حمایت از طالبان بیرون شده، این خودش نشان دهنده ای هست که طالبان دیگر تنها طالبای نیست که منزوی به کوها و روستاها باشند. این که یک انتقاد کمیش عنوان میشه است که طالبان تا آخرین پایگاهشان در ولایت قندوز و ولایت های مثل قندوز تعقیب نمیشن. اگر در ولسوالی ها تعقیب شوند، مشکل حل میشه. بدون شک، بدون شک. ما منتظر ماندن و منتظر حمله طالب ماندن که حالا فکر کنین که در شب اولی که طالب ها وارد قندوز شدن، تعدادشان بسیار کم بود. قرار بود نیروهای کماندو و ویژه 9 بجه شب وارد عمل شود، اما از اینجا از کابل تا 3 بجه شب اینا را اجازه ندادن که وارد عمل بشن. پس از 3 بجه تا اینا آماده شدن حمله کردن، فضا روشن شد، چون اینا از دوربین دیدی شب استفاده میکنن و دست بالا دارن در جنگ شب و متاسفانه این باعث شد که در روز شود طالبا نیروهای کمکی و تازه نفسشان بیشتر وارد قندوز شود، جنگ قندوز بیشتر به درازا بکشه و تلفات ملکی هم بسیار بالا رفته. پیشنهادتون چی است در این وضعیت؟ پیشنهاد ما، بازم تکرار میکنم، در مرکز افغانستان، در کابل، در شورای امنیت اراده به وجود بیاید و رهبری جنگی و رهبری سیاسی در ولایت قندوز و امثال هم تغییر بکنه و طالبا را تنها به این بسنده نشوه که از شهر بیرون میکنن، اینا را تا آخرین پایگاه هاشان دنبال بکنن و از بین ببرن. سپاسگزارم از تشریف آوریتان و زحمتتان و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار. خسن